برای گفتگوی بیشتر در این مورد استاد مسعود استاد اقتصاد در دانشگاه کابل اینجا با ما در استودیو هستند. آقای مسعود خوش آمدین. در آغاز نیاز افغانستان به رشد اقتصادی تا چند درصد است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات صلوات بر محمد و آل محمد. خدمت شما عرض که عمدتاً افغانستان یک سیر نزولی بسیار سریع رشد اقتصادی را از ارقام از دو رقمی به یک رقمی متاسفانه که بعد از سال 2003 که تا 2014 ادامه داشت متاسفانه ما را تجربه میکنیم و ما سالهای 2003 به 21.5 فیصد رشد اقتصادی رسیدیم که یکی از بارسترین نقطه های رشد اقتصادی افرانستان شما به شما بعد از او هم به متوسط ما به 9.3, 9.7 تا 9.6 صحابش کردن که سه رقمه که میگم در درقت قطع منابع مختلف میشه ولی همیشه هم نو بوده امرشان سال 2014 متاسفانه ما یک نزول فوق را نشان دادیم و سال 2015 در 2015 ما به منفی رفتیم دوباره حرکت کردیم و های ما این بود که در حقیقت او بیرون شدن قوات های خارجی و عدم علاقه سر سر خارجی در افغانستان و نوی ناباوری های که در افغانستان به وجود میاد و دفاع مستقلانه حتما جدکه های اقتصادی اجتماعی و سیاسی رو خاد خوردیم که ما خوردیم و خوشحال هستم که امروز میگیم که ما دو شوره بازم تجربه میکنم روش اقتصادی رو و نمی حرکت های بیبود است که ولی که ما شما رو دفاع میخوانیم حرکات کانجنکتوری که اقتصاد به کار میبره دوباره از حالت بران آوردیم در حالت بهبود آمدیم انشالله که اگر بسیار تلاش بکنیم در قدیم رفاه خاطر رسیدیم و اون نقطه رفاه برای ما همون پنج خود باشه برای که زیادتر از اوش هم فکر نکنم که زیادتر شکل هرمونی خاط باشه و غیر تطبیقی چه زمانه شما فکر میکنید که ما دوباره به این رشد اقتصادی نواشاره پنج درصدی خواهیم رسید؟ ما فکر میکنم امدتاً یک چیز بسیار نشان نشون داد که ما امدتاً با محیط خارجی بسیار وابسته هستیم شما میفهمین که در رشد اقتصادی ما محیط داخلی و محیط خارجی رو میبینیم و محیط خارجی در مجموع فضای ایجاد یک فضایی را که بتانه از میگذاری از بیرون در داخل افغانستان بیاره بارمندی ها به وجود بیاره و افغانستان در خط نمی حرکت های را که زاده رقابت های بسیار کلانه و قاتلانی همسایه و قاتل های بلملی در افغانستان از سور عزیز بتیم و سر افغانستان بستر مساعد سرمایه گذاری شود و در پالوش هم اونمو یک نوع تقسیم هشت روزی اقتصادی به اساس مزیت نزبی مناطق قشت اوزه ایجاد شد پنج سنتی رو ایجاد بکنیم هفت اوزه را به کار ببریم ما فکر میکنم و استراتژی هم داشته باشیم حزیز میتونیم که دو حالت برسیم که خوب این حالت ها ناممکن نیست مشکل است و ناممکن نیست ولی ما میتونیم که چنین کار انجام به دگر چون همیشه در افغانستان و دنیا رهبری اقتصاد سیاست انجام میتن ما فکر میکنم که فضای خوب سیاسی و درقت نوی از زدودن انرشیزم ساختاری دولتی که فعلا در افغانستان وجود است و متاسفانه نه به تیمی هم فوقلاده به کار برده میشه و که از میان برداشته شوه من فکر میکنم که مرزای دگام که گرایش های سیاسی، مذهبی، قومی و لسانی که در روز در قد دامنگیر ماست او هم چه زیاد شد که هم از بین بره میرم در 9.5 در غیر صورت وزن نشان داد که موقع خارجی ها ما تا 25 بلند میریم خارجا که میره ما با صفر یکم در میکنیم ولی حال پس که خارجی میگن که ما دوباره ما پس میم آقای ترامب در قطع استراتوژی شمی است که باید ثبات اقتصادی اجتماعی سیاسی افغانستان دوباره ایجاد کنه هندی ها تلاش میکنن چین کار انجام بتن ایرانی همچنان و پاکستانی از شرم آمریکا یا از ترس آمریکا و غرب تلاش میکنن که اگر مداخله هم کنه مداخله پنهانی را انجام بده فکر میکنم تو اندازه باز وابسته به با سبب کشورهای خارجی هستیم و محیط خارجی در حقیقت باید مساعد شود کی نو مفقت میتونیم که به امی وابستگی خارجی را کاهش بدیم و با کاهش ازی بتونیم به رشد اقتصادی بهتر برسیم ممکن خوب است خب اگر ما بگیم که ما در حقیقت کاهش در حقیقت وابستگی خارجی را از میان برد می برداریم نوی حرکت های نوی است ولی سخت حرکات کاذب در حقیقت ما میخواهیم که مردم فریب بتیم و در یک تصویر کاذب از اقتصاد خود بکشیم قبولش بکنیم که ما وابسته به کشور خارجی هستیم قبولش بکنیم که وابستگی ما فوق العاده است قبولش بکنیم که ما یکی از سه کشور فقیر دنیا هستیم قبولش بکنیم که در رده 183 دنیا قرار داریم از لازم فقر و قبولش هم بکنیم که با وجود که بسیار خوشبینانه فکر کردن و میخواین باورمندی ها را زیاد کنن بانگ جانی بانگ شفا آسیایی و دیگر ها سخت تلاش میکنن که نمی باورمندی را زیاد کنن میگه 39 فیصد فقر در افغانستان 26 فیصد و خط بیکاری یک جمعش کنیم به 64 فیصد میرسه که ما امدتا مارکش باش به 85 میزنیمش اگر 64 قبول بکنیم 64 فیصد فقر که ما بیکاری و فقر را دوشه یک میبینم یا فکر میکنم بر ما سخت است سخت به خاطر از است که نه گناه مردم افغانستان است نه گناه دولت و نه, نه گناه که چیز دیگه در حقیقت مجموعی از قوات های بیملالی منطقوی دولت و حتی مردم افغانستان مقصر از هستند که در حقیقت ما نتونستم چیزهای علنکات کنیم میخوایم صادراتو... که یک جمله آقای تریسی را بگویم تریسی و یک گپ بسیار جالب میزنه شما شاید در مزومین خوانده باشین که چیز جالب میه که یک کشوری که پس میمونه ای خودش خواسته که پس بیمونه و یک کسی که فقیر است خودش خواسته فقیر است با وجود که تا و قدر مشکل دارم سر شما میگم نظام هم بسیار مهم است ولی نظام ما هم در قد قسم انتخاب شده که ما نمیتونیم که او ازوره با چنین شرایط تطبیق،, تطبیق بکنیم و خرابی کنیم. رشد و حالا صادرات و واردات چقدر میتونه بر رشد اقتصادی نقش داشته باشه و مؤثر واقع شه خوب یک چیز واضحه است که وقتی شما تولید داشته باشین در حقیقت مو حرف جناب آقای غنی تطبیق میشه که ما صادر میکنیم ولی ما می پیش از صادر کنیم بیاین سیاست تعویض واردات به کار بریم سیاست تعویض واردات در حقیقت مو اقتصاد پایه است ما شما در اقتصاد میخوانیم که تا که اقتصاد پایه شما ایجاد نکنه و در اقتصاد پایه که تولید است ایجاد نکنین چیگونه میتونه صادرات بکنه و واردات خمیال داریم یک کشوری که 93 فیصد واردات داره تنها 3 فیصد جالب است که شما 10.5 میلیارد دلار واردات دارین و اگر بسیار خوشبینانه فکر کنیم 500 میلیون شما صادرات داریم در این تو یک شرایط ما میگم که خوی بدبینانه نیست مردم نمیگم که شما جگرخون شوین و چی،, چی کنین؟ ما میخوایم واقعیت بگویم ما بر مردم بگویم که اگه شور نخورین چنین چیز خرابتر هم به دست ما میایه لذا ما تلاش بکنیم چین کار رو انجام بدیم خوبتر انجام بده. تشکر از حضورتان در خدا شما نکنم شما درست